سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیز. مریم هستم از استودیوی خبری اوگوست تیوی. با رویدادهای این هفته در خدمت شما عزیزان می باشم. عناوین خبرها: اعتراضات در شهرهای آذربایجان جنوبی و بازداشت شمار زیادی از فعالین. هجوم نیروهای اطلاعاتی ایران به محل کار فعال ملی آذربایجان سیامک میرزایی و بازداشت این فعال. صدور 12 سال حکم زندان و 888 ضرب شلاق برای هواداران تیم تراکتور. موفقیت جدید در فرهنگ ایرانی. در پی فراخوان فعالین ملی آذربایجان جنوبی برای اعتراض و تظاهرات ضد فاشیستی ایران در تمامی شهرهای آذربایجان از جمله تبریز، ارومیه، مراغه، اهر، اردبیل، تهران، قزوین، همدان، گشاچای و سوندوز توسط حکومت پانپارس ایران به حالت نظامی درآمده است. رژیم ایران با جمع کردن انواع نیروهای امنیتی و نظامی خود در آذربایجان جنوبی نتوانست جلوی خشم ملت ترک آذربایجان را بگیرد. در بعضی از شهرها همچون تهران، خوی و زنجان مردم توانستند علی‌رغم فشار رژیم اعتراضات خود را نسبت به رژیم ایران نشان دهند. طبق گزارشات رسیده از تمامی شهرهای آذربایجان جنوبی، تعداد بسیاری از فعالین ملی و شهروندان آذربایجان دستگیر شدند. گفتنی است با اینکه جمع اندکی از فعالین به قید وثیقه آزاد شدند، ولی هنوز هم از محل نگهداری بعضی از بازداشت شدگان خبری در دسترس نیست. بر اساس گزارش رسیده در تاریخ 24 تیر ماه سال 1395 مامورین اطلاعاتی ایران به محل کار فعال ملی سیامک میرزایی رفته و او را دستگیر کردند. شاهدان عینی ماجرا به خبرگزاری اوگوست تیوی اظهار کردند مامورین بدون ارائه حکم قضایی به محل کار ایشان واقع در خیابان فرهنگیان مغان آمده و این فعال را به همراه کامپیوتر و وسایل شخصی خیش با خود برده و به اداره اطلاعات مغان تحویل دادند. منابع محلی گزارش دادند در هنگام دستگیری این فعال را مورد ضرب و شتم قرار داده و شیشه های مغازه ایشان را شکستند. سیامک میرزایی پیش از این چندین بار از جمله در سالهای 85، 86 و 89 نیز از سوی ماموران امنیتی دستگیر و با اتهامات تشکیل گروه و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه گردیده بود. وی در اردیبهشت و مهر ماه 90 با شکایت دو ارگان اداره اطلاعات و نیروی انتظامی ایران با اتهام مشابه عضویت در گروه‌های غیرقانونی به 2 و 3 سال حبس محکوم شده بود. خبرهای رسیده حاکی از آن است این فعال ملی از اداره اطلاعات مغان به بند 9 زندان اوین انتقال یافته است. این فعال طی تماس تلفنی از صدور حکم قرار بازداشت موقت توسط دادسرای گلستان از توابع تهران خبر داده است. بنا به گزارش رسیده به اوگوست تیوی، 12 نفر از هواداران تیم تراکتور به نام‌های مجید نقی‌زاده، فرزاد حیدری، امیر کریمی، علی رشیدی، رسول محمدی، کریم حسین‌زاده، مهدی شیرزاد، هادی حسین‌زاده، شاهین شیرنژاد، اسماعیل دهخانی، حسن جمالی و مجید جعفرزاده که در بازی فوتبال بین تیم‌های تراکتورسازی و سیاه‌جامگان در استادیوم سهند تبریز به مورخه 29/8/1394 دستگیر و با ارائه ضمانت به صورت موقت آزاد شده بودند، هر کدام بنا به اتهام شرکت در اخلال در نظم عمومی به تحمل 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری در ملأ غیر عام محکوم گردیدند. این حکم به ریاست محمدعلی پیری، رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 2 دادگستری تبریز صادر گردیده است. گفتنی است که حکم صادره توسط دادگاه بدوی بوده و 20 روز مهلت اعتراض به هر کدام از متهمین داده شده است که هنوز فرصت تایید و یا رد این حکم توسط دادگاه تجدید نظر باقی می باشد. لازم به توضیح است که مسابقه ذکر شده بعد از توهین غیر انسانی و نجات پرستانه برنامه فتیله انجام شده بود که آذربایجانی ها برای اعتراض مسالمت آمیز به این رفتار ناپسند توسط صدا و سیما در ورزشگاه حاضر شده بودند که طبق معمول سابق جو شدید امنیتی به همراه خشونت از طریق مامورین امنیتی در ورزشگاه حاکم بود.
ایرانیان در هفته‌ای که گذشت سطح فرهنگ پارسی و ادب ملی خود را به چندین طریق مختلف به نمایش گذاشتند و به جهانیان ثابت کردند که تمدن و فرهنگ پارسی ایرانی توهماتی بیش نیست و هیچ پشتوانه‌ای ندارد. در هفته‌ای که گذشت شاهد فینال مسابقات یورو 2016 در فرانسه بودیم. در نیمه اول مسابقه پرتغال و فرانسه در فینال یورو 2016 دیمیتری پایت بازیکن میزبان با حرکتی خشن کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال را مصدوم کرد که در نهایت رونالدو مجبور به ترک زمین بازی شد. بلافاصله پس از این اتفاق تعداد بسیار زیادی از کاربران ایرانی اینستاگرام با تکیه بر فرهنگ پارسی خود به صفحه شخصی این بازیکن فرانسوی هجوم برده و با الفاظی رکیک به زبان فارسی و انگلیسی ادب ملی خود را به رخ جهانیان کشیدند، به طوری که در عرض چند ساعت تعداد ناسزا و دشنام علیه این بازیکن و خانواده وی به بیش از 300 هزار کامنت رسید. حال نکته دیگر اینجاست که ایرانیان علاوه بر ایفای ادب ایرانی، نژاد پرستی فارسی را نیز به این ماجرا اضافه کردند و در اکثر پست‌ها نوشتند چون پایت اصالتاً عرب است، به این دلیل دعوای ما با عرب‌ها می‌باشد و ما باید این عرب‌ها را جای خودشان بنشانیم. همچنین بعضی از کاربران ایرانی مقیم فرانسه و بلژیک که به زبان فرانسوی مسلط بودند، در این کامنت‌ها به ایرانیانی که فخاشی به زبان فرانسه را بلد نبودند، پیشنهاد کردند که حاضرند به کسانی که می‌خواهند این ناسزاها را به زبان فرانسوی بنویسند، کمک کرده و برای آنها این الفاظ رکیک را به فرانسوی یا انگلیسی ترجمه کنند. بیش از 48 ساعت از این موضوع نگذشته بود که دوباره ایرانیان همیشه در صحنه افتخار آفرینی کرده و فرهنگ و ادب خیش را به رخ دختر اول آمریکا کشیدند. هزاران دشنام فارسی در صفحه اینستاگرام دختر اوباما انتشار یافت و این دختر جوان در حیرت هزاران کامنت رکیک و الفاظ تحقیر کننده ایرانیان سکوت اختیار کرده و به مدت چند روز از فعالیت در اینستاگرام دست کشیده و در نهایت از ادب و فرهنگ ایرانی تشکر کرده و اکانت خود را به حالت خصوصی درآورده است. خاطر نشان کنیم ایرانیان در جام جهانی نیز به مسی به خاطر زدن گل به تیم ایران فحاشی کرده بودند. لیونل مسی شناخته شده ترین بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین بر اساس قرعه ناخواسته رقیب تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی شده بود که بلا فاصله پس از پایان قرعه کشی لشکرکشی به صفحه فیسبوک این بازیکن آغاز شده بود. بر اساس برخی خبرها کاربران ایرانی بین 30 تا 100 هزار کامنت در صفحه مسی نوشتند که بخش زیادی از آنها توهین آمیز یا حاوی جملاتی تمسخر آمیز بود. ترک‌های آذربایجان بارها شاهد فحاشی ایرانیان در تمامی صحنه‌ها از جمله زمینه ورزشی بودند. ملت آذربایجان در تمامی مسابقات ورزشی مقابل تیم‌های ایرانی مورد فحاشی ایرانیان قرار می‌گیرند. از این رو با این فرهنگ پایین کاملاً آشنایی دارند. سالیان سال است که ملل غیر فارس به طور سیستماتیک در رسانه‌های دولتی و محفل‌های رسمی و غیر رسمی تمسخر و تحقیر می‌شوند و تجربه تلخ مخاطب شدن با این فرهنگ را دارند. فرهنگ ایران خوشبختانه با فرهنگ ترکان و یا دیگر ملل اصیل در ایران هیچ سنخیتی ندارد. بیشتر کاربران اینترنتی در دنیا و جامعه شناسان غرب ایرانی‌ها را تروریست‌های فضای مجازی می‌نامند و معتقدند ایرانیان هنوز از فرهنگ استفاده از شبکه اجتماعی سالیان سال دور هستند. جالب است بدانیم که ایرانی‌ها به تقلید از دیگر کشورها هدایایی به مسابقات جام ملت‌های اروپا هدیه کردند. آنها فرش هنرمندان ترک تبریزی را به اسم فرش پرشین و سمبل فرهنگ ایرانی به فیفا تقدیم کردند. متاسفانه این اولین و آخرین بار نیست که دولت ایران با استفاده از فرهنگ و تاریخ و ثروت‌های دیگر ملل حاضر در ایران، به خصوص ملت ترک اسیر در ایران، برای خود هویت و افتخار کسب می‌کند.